کردم. ولی خب همیشه ما کشورمون محدودیت های مالی ارزی داشته برای این کارا. ببینید یه پالایشگاه 300 هزار بشکه 6 میلیارد دلار قیمتش. بیژن نامدار زنگنه از سرمایه گذاری های سوداور نفتی گفته که به واسطه تحریم ها هرگز برای ایران امکان پذیر نشده، چون ما دوباره تحریم ها بخشش برداشته شده بود در دوره تحریم، بخش مهمش، اما بخشش که مثل فاینانس و ورود بازارهای مالی بود همچنان مشکلاتش باقی بود. وزیر نفت همچنین تصدیق کرده که محدودیت‌های مالی و ارزی ناشی از تحریم‌ها تنگنای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی کشور برای کسب درآمدهای بیشتر نفتی هم بوده. نکته دوم این است که اگر شما یه پالایشگاه مال خودتون بود، ولی اگر اون کشور مشمول تحریم باشه یا نخواد عمل بکنه، پالایشگاه شما تابع حاکمیت اون کشور. اما زنگنه میدونه تحریم ها منگنه های فشاری هن که به گونه ای تنظیم شدن که حتی در صورت سرمایه گذاری ایران در کشورهایی که از معافیت برخوردار شدن قابل دور زدن نیستن. یک شرکت روسی رفته اون پالایشگاه اسا رو در هند خریده، اجازه نداره از ایران نفت ببره. روسیه مثالی که به اذعان وزیر نفت با وجود سرمایه گذاری در صنعت تصفیه نفت در هند، دهلی حاضر نشده سهم معافیتی رو که از واشنگتن گرفته با اون شریک بشه. محاصره تحریم‌های مواد نفتی و انرژی بر تهران در بغداد با اصرار ریکی پری وزیر انرژی آمریکا در قطع وابستگی عراق به گاز و برق ایران نیز تنگ‌تر میشه. وقتش رسیده که عراق به احیا و بازسازی دوباره بپردازه. من اینجام که بگم آمریکا و سرمایه داران اون آمادن تا به شما در این زمینه کمک کنن. پیشنهاد کمک آمریکا به عراق 4 روز مونده به انتهای مهلت 45 روزه همسایه غربی ایران برای جایگزینی جدید برای گاز و برق وارداتی اون، ادامه روند قطع شریان اقتصاد جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به طور مستمر در جایگاه‌های مختلف در جریانه. در پی اجرای تصمیم ترامپ و تحریم‌ها علیه تهران، شرکت ملی نفت چین CNPC که جایگزین توتال برای تکمیل پروژه میدان گاز پارس جنوبی بود، از ادامه فعالیتش در این حوزه عقب نشینی کرده. اقدامی که به گفته ناظران میتونه تحت تاثیر فشارهای فرعی کاخ سفید در جریان جنگ تجاری بین دو کشور صورت گرفته باشه. استراتژی‌های کمک به عراق و جنگ تجاری علیه چین، دو مشتری مواد نفتی ایران، فاکتورهای فرعی هستند که غیر مستقیم به اجرای تحریم‌های نفتی ایران مربوط میشن. این در حالیه که معلوم نیست عراق میتونه به وابستگیش به گاز و برق ایران در مدت باقی مونده از معافیتش پایان بده یا خیر. اما قطع یقین همچنان که مشتری ها و شرکای نفتی ایران یک به یک از همکاری با تهران عقب نشینی میکنن، مسیرهای تازه بر سر راه معدود خریداران نفت و انرژی ایران نیز گشوده میشه. بتی یوسفی، اتاق خبر.